حکم نهایی مجلس ایران در قبال افغانستانی ها چیست؟ تحصیل 194 هزار دانش آموز اتباع در تهران و سایر شهرستان ها. محروموم 16 واحد صنفی متخلف در یزد، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفته است که 16 واحد صنفی به دلیل بکارگیری اتباع بیگانه و تازگی محروموم شده است. ناراحتی وزیر کشور ایران از وضعیت مهاجران افغان در ایران. آقای اسکندر مؤمنی در جمعی از خبرنگاران با ابراز ناراحتی از وضعیت مهاجرین گفت که در دهه اخیر تعداد مهاجران بیش از پیش زیاد شده و کار نباید به اینجاها میکشید. و خبر اخیر این که مهاجران افغانستانی بیشتر در کدام مناطق تهران سکونت دارد و پلیس چگونه آنها را پیدا نموده و خانه هایشان را در این چند روز پلمپ می کند. به نام خدای مهربان، عرض سلام و درود احترام و وقت بخیری و خسته نباشید دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و دوستان نهایت گرامی. امیدوار هستم که همیشه خوب صحتمند باشید و از بدی ها و گزند روزگار در امان ایزد متعال. از جان دل بسیار زیاد خوش آمدین به یک برنامه خبری دیگر با 5 خبر کاملا جدید از تهران و سایر استان ها و شهرستان های ایران خدمت شما عزیزان دل هستیمی که اتباع عزیز و مهاجرین گرامی در این روزا چه حال و وضعیت را داره در این خبر کاملا برای شما عزیزان خواهد گفتیم. میم در قدم اول در مورد حکم نهایی مجلس در مورد افغانستانی ها یا اتباع افغانستان صحبت میکنیم. از آن دل مجلس به تازگی در جلسه اخیر تصمیماتی را که در قبال مهاجرین عزیز افغانستان گرفته کاملا قابل مشاهده و هویدا هست. همون قسم که در رسانه ها شما میبینید از زن دل در خبر رسانه ها و تازگی اعلان شده که مجلس ایران تصمیم عزیز را داره که حدودی بسیار قلیل و کم از مهاجرین را که اینا در صنعت خود و در اقتصاد خود نیاز داره در ایران نگه داره و سایر اتباع و مهاجرین را به کشورهای خودشان بازگرداند. البته در مورد سازمان ملی اقامت خدمت شما اعضا باید بگویم که به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد. اما اسکندر مؤمنی گفته است که ما قبل از این که رئیس جمهور کشور ایران آقای پزشکیان مسعود پزشکیان تایید بکنه این حکم را کار خود را آغاز کردیم و دفاتر کفالت برای اتباعی که مجوز اقامت میخواهد و پروانه کار را شروع کرده و آغاز کرده و هر کس مشکل داشته باشه میتونه به دفاتر کفالت مراجعه بکنه. اما وزیر کشور ایران آقای اسکندر مؤمنی بعضی از حرفهای جدید را هم گفته که ما بعداً اون را هم به شما تقدیم میکنیم، در بالا میمانیم تا با همدیگر یک جای بخوانیم. اما قبلش میریم در تهران و سایر شهرستان های ایران. از این محل 194 هزار دانش آموز اتباع در شهرستان های سایر جاها و همچنان در پایتخت در عراق و مخصوص در تهران. از آن دل اما قسم که شما در جریان هستید، عراق افغانستانی ممنوع است، یعنی هیچ کس در اونجا نمیتونه که اشتغال داشته باشه، خانه داشته باشه، مسکن داشته باشه و غیره. اما در تهران تعداد بسیار زیاده، قسمان که اعلان کرده حدود 3 میلیون نفر با تنها در تهران زندگی میکنن. اما از این 3 میلیون نفر گفته میشه که حدود 40 درصدشان را تا نیسته که از این محل یا از این شهرستان یا از این استان خارج بکنم و اونو مقدار دیگه ای که باقی مانده هم گفته 80 درصدشان فاقد مدارک اقامتی هستن و از این جمله 194 هزار دانش آموز در تهران و سایر شهرستانهایش ادامه تحصیل داده و در اونجا درس میخونه. این به تازگی اعلان شده و گفته که 194 هزار دانش آموز در تهران و سایر شهرستان ها مشغول درس خواندن و خیلی هم که گفته که برای افغانستان ها درس داده نمیشه یک نمونیش هست. حالا حقیقتش به شما عزیزان بیشتر معلوم است. میریم در یزد. دوستان نهایت گرامی، در همین 3 روز گذشته حدود 16 واحد صنفی متخلف را در یزد رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان اعلان کرده که ما
پلمب کردیم 16 واحد سنفی را، و دلیلش هم به کارگیری اتباع غیر مجاز بیگانه بودم. همچنان دوستای عزیز در یک خبررسانی یک تیتر بسیار جالب در مورد اتباع زده و او هم ای است که گفته ناراحتی وزیر کشور ایران آقای اسکندر مؤمنی از حضور اتباع و وضعیتی که برای اتباع در تهران و سایر محلات ایران رخ داده ابراز ناراحتی کرده. جناب وزیر در یکی از سخنرانی های خود گفته کار نباید به اینجاها میکشید. البته گفته که در دهه اخیر متاسفانه آمدن مهاجرین و سیلی از مهاجرین در ایران آمده که بسیار زیاد شده و ما میخواستیم اینا را ساماندهی بکنیم، همراه از اینا در یک کشور به صورت مسالمت آمیز زندگی بکنیم، اما متاسفانه کار به اینجاها کشید که نباید میکشید. یعنی منظور چی است که تا آخر سال را 2 میلیون نفر ما اخراج میکنیم و مجلس که تصمیم گرفته حداقلی از این مهاجرین که به درد اقتصادیات، به درد کار و به درد سرمایه گذاری در ایران میخوره اینا باقی میمونه و بخیر اخراج میکنیم. خب ادامه شما باز در اینجا همراه شما میخوانم، اما یک خبر دیگر مانده بودم برای شما عزیزان میگم بعد میریم با هم. مهاجران افغانستانی بیشتر در کدام مناطق تهران سکونت داره؟ دوستای عزیز، من قبلا برای شما گفته بودم که یک گشت به نام گشت مشترک ایجاد شده و این گشت مشترک تنها رد مرز کردن اتباع وظیفش نیست، پیدا کردن کارفرمایان متخلف یکی از وظیفش است، پلم کردن واحدهای صنفی متخلف یا به کار گرفتن اتباع غیر مجاز در اونجا یکی از وظایفش است، پیدا کردن اتباع غیر مجاز و رد مرز کردن یا اخراج کردن یا تحویل دادن اونها به اردوگاه یکی از وظایفی گشت است، و بعد تازگی گفته است که این گشت همچنان وظیفه داره که محلاتی که اتباع در اونجا ساکن هستن هم پیدا بکنه و اینا را خانه هایشان را هم پلمب بکنه، یعنی وظیفه بیشتر برای اینا داده شده. و تازگی گفته که مهاجران افغانستانی در کدام مناطق از تهران سکونت داره و پلیس چگونه اینا رو پیدا میکنه، چگونه خانه از اینا رو پلمب میکنه. یک مقاله در موردش ترتیب داده شده که با همدیگر میریم و میخوانیم. مهاجرین افغانستانی بیشتر در کدام مناطق تهران سکونت دارند؟ بررسی بازار اجاره در شهر تهران از حضور فزاینده اتباع غیر ایرانی در برخی محلات مناطق جنوبی شهر تهران حکایت دارد. این اتباع عمدتاً مهاجرانی از افغانستان هستند که طی سالیان متمادی در ایران ساکن شدند. با گزارش خبر آنلاین، اغلب اتباع برای اجاره خانه در شهر تهران به سراغ گزینه‌هایی می‌روند که به دلایل مختلف در میان شهروندان ایران خواهان چندانی ندارد. بخش عمده‌ای از اتباع در خانه‌های قدیمی، کلنگی و دارای ایراد و در مناطق جنوبی شهر تهران ساکن می‌شوند. این خانه‌ها عمدتاً پلاک‌های ریزدانه در بافت فرسوده شهر هستند. شهروندان ایرانی به دلیل ایرادات حاکم بر این خانه ها تمایل چندانی به زندگی در آن را ندارند و حتی قیمت پایین نیز باعث نمی شود تا به سراغ اجاره این املاک بروند. در واقع شهروندان ایرانی اجاره آپارتمان مجهز در حومه شهر را به اجاره خانه های کلنگی ترجیح می دهند. در این شرایط مالکان خانه های قدیمی در بافت فرسوده شهر تهران نیز از حضور اتباع خارجی استقبال می کنند، چرا که این افراد تنها متقاضیان اجاره املاک آنها برای سکونت هستند. استقبال مؤجر خانه های کلنگی در بافت فرسوده است، مستأجر اتباع از منظر ریسک پایین اجاره دادن به آنها تقویت می شود. در واقع قوانین به نحوی است که مؤجر به سادگی می تواند به قرارداد اجاره خود با مستأجر اتباع پایان دهد و این رویه نیز بر تمایل این مالکان به اجاره خانه خود به اتباع غیر ایرانی می افزاید. ناراحتی وزیر کشور از وضعیت مهاجران افغان در ایران. اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران گفت موضوع بازگرداندن مهاجرین غیر مجاز در اولویت کار ما قرار گرفته است. با گزارش خبرگزاری ها در جمع خبرنگاران، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در جمع خبرنگاران با ابراز ناراحتی از وضعیت مهاجران گفت در دهه اخیر تعداد مهاجران زیاد شده و نباید به اینجا میرسید. مؤمنی در مورد روند انتخاب استانداران هم گفت پیشنهادات مختلفی مطرح و بررسی می شود و نهایتاً بر اساس شاخصها و امتیازاتی که تعیین شده استانداران معرفی می شود که مربوط مهاجرین عزیز نمی شود.
مهر و موم 16 واحد صنفی متخلف در یزد. رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد 16 واحد صنفی به دلیل بکارگیری اتباع بیگانه مهر و موم شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیدعلی اکبر تبایی گفته است ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از 16 واحد صنفی مختلف در سطح شهر بازدید کردند و افزود ماموران در یک اقدام برنامه ریزی شده 16 واحد صنفی متخلف را به علت نداشتن پروانه کسب و به کارگیری اتباع بیگانه محروموم کردند. رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد افزود برابر ماده 181 قانون کار، کارفرمایان که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار هستند یا مدت پروانه آنها منقضی شدند را به کار گمارده یا اتباع بیگانه غیر آنچه در پروانه کار آنها قید شده است را بپذیرند و مراتب را به مبادی ضربت اعلام ننمایند با توجه به شرایط خاصی به حبس 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد. و حکم نهایی مجلس در قبال افغانستانی ها. خرید و فروش مسکن توسط اتباع و عملکرد برخی بنگاه های معاملاتی در این زمینه بدل به یک موضوع پربحث و در جامعه شده. کارشناسان حوزه مسکن، شهروندان و حتی برخی مسئولان کشوری در خصوص پیامدهای اجاره خانه به اتباع غیر قانونی هشدارهایی را مطرح کردند. اینطور به نظر می رسد که موضع حاکمیت نیز طی ماهای گذشته نسبت به سالهای پیش تغییر پیدا کرده است و این عزم وجود دارد که در آینده نزدیک شاهد یک حکم جدی و بی سابقه در پیوند با این چالش باشیم. دوستای عزیز، ای بود از اخباری که به تازگی به دسترس ما رسید و تقدیم حضور شما عزیزان شد. بقیه وقت شما خوش. خدا نگهدار.